سلام به بینندگان کانال جدید. من ساناز سینایی به همراه همکارم بهنام پارسا این برنامه از نگاه روز تقدیم حضورتون میکنیم. 22 بهمن روز نهایی سقوط حکومت پهلوی بود. آخرین نبرد نیروهای وفادار به شاه و نیروهای همافر که علیه نیروهای مسلح مدافع حکومت پهلوی به پا خواسته بودند. در این نبرد ده ها هزار نفر از نیروهای مردمی به دفاع از همافران برخواسته و بالاخره انقلاب 57 پیروز شد. در دو روز آخر یعنی 21 و 22 بهمن مداوما آخوندهای طرفدار خمینی اعلام میکردند آقا دستور جهاد نداده. با این همه یک قیام مردمی شکل گرفت و مردم تهران به بسیاری از پادگانها حمله کردند و آنها را خل سلاح کردند. این قیام را چگونه میتوان توضیح داد؟ موضوعی هستش که با مهمان برنامه امروزمون حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری به گفتگو میشینیم. سلام به برنامه ما، خوش اومدید. خیلی متشکرم، با سلام به شما و به بینندگان. خیلی ممنون. همونطور که در معرفی اشاره کردم، در 22 بهمن علیرغم تلاش گسترده طرفداران خمینی مردم قیام کردند. چرا و اینکه خمینی با همه نفوذ و پایگاهی که داشته چرا نتونست جلوی این قیامو بگیره؟ خب ببینید، نکته اول این هست که قیام در ادامه تظاهرات ها، اعتصابات و مبارزاتی بود که مردم شروع کرده بودن از یک سال قبلش و کمی بیشتر از اون برای سرنگون کردن حکومت شاه. این اعتراضات در سطح گسترده‌ای تمام جامعه ایران رو در بر گرفته بود و اون ضربه نهایی که به حکومت شاه زده شد قیام بود، قیام مردم در 21 بهمن بود. منتها خمینی و طرفدارانش از اون ابتدا این نبود که سیاستشون، خواستشون این نبود که اون شعارها، خواستها و اعتراضات مردم رو نمایندگی کنن، بلکه میخواستن رنگ اسلامی بزنن به اون حرکت و خودشون بیان به قدرت برسن، که اتفاق افتاد. قبل از اینکه قیام شکل بگیره، خمینی و اطرافیانش به توافقات رسیده بودن، با حکومت شاه، از جمله این توافق که ارتش بدون دست خوردن، بدون اینکه به اصطلاح ضربه‌ای بهش بخوره، در اختیار خمینی قرار بگیره و سران ارتش و آمریکا و خمینی این رو توافق کرده بودن و بنابراین این خطر بود که این قیام مردم، خطری که نه فقط برای حکومت شاه دیگه در حال رفتن بود، بلکه برای خود خمینی و هوادارانش، این خطر بود که قیام مردم این توافق رو به اصطلاح به هم بزنه. حمله مردم به ارتش و پادگان‌ها این رو میتونست کاملا به هم بزنه. به همین معنا تلاش اینها، همونطور که شما هم اشاره کردید، تماما این بود که به مردم بگن که آقا فرمان قیام نداده، به خونه برید، هنوز به صورت فرمان جهاد به قول خودشون داده نشده. من به خاطر دادم که این حجت الاسلام ها و آیت الله ریز و درشت در شهر میگشتن، در شهر تهران روی وانت بارها سوار می شدن و با بلندگو اعلام می کردن که فرمان جهاد داده نشده، به خونهاتون برید. با این همه قیام شکل گرفت، چون این اراده و خواست خمینی نبود که کلن به اون انقلاب شکل داده بود. انقلاب رو مردم مثل امروز که مشغول همین نوع اعتراضات هستن، برای رسیدن به آزادی، رفاه، برابری شروع کرده بودن و اون رو می خواستن ادامه بدن به خواستاشون برسن. انقلاب بر این متن شکل گرفت و تلاش خمینی هم دقیقا به این خاطر بود که نمیخواست این حرکت به این شکل پیش بره و کل ماشین حکومت رو در هم بریزه. مثلا فقط ارتش نبود، مثلا این بود که بعد از اون وسیعا شوراها تشکیل شد و مردم همه جا میخواستن با شورا اداره کنن جامعه رو. تمام اینا مغایر با اهداف و خواست خمینی و کلا اون اسلامیونی بوده که به قدرت رسیده بودن و مقابله اونها با قیام بالاخره ادامه پیدا کرد تا سرکوب هایی که فوری بعد از به قدرت رسیدن شروع کردن و بالاخره با 30 خرداد 60 که واقعا به خون کشیدن حرکت و اعتراضات مردم رو. به نظرن مخالفت با قیام شروع این رودررویی و سرکوب اونها علیه انقلاب بود. شما شکست شاه در سال 57 رو به عنوان انقلاب مینامین، همونطور هم که اشاره کردیم، ولی بسیار این انقلاب و انقلاب اسلامی میدونن. به نظر شما آیا یه انقلاب بود یا یه انقلاب اسلامی؟ خب من توضیحی که دادم فکر کنم تری زیادی بر روشن شده باشه که اون چی که اسلامی بود ضد انقلاب بود.
درسته که توده مردم بخش وسیع از جامعه این توهم رو داشت که خمینی داره نمایندگی میکنه انقلاب و خمینی رهبر انقلابه، و اینم تا حد زیادی با معماری دولت‌های غربی این تصویر داده شده بود، چون خمینی رو اینا در پاریس بردن زیر نورافکن قرار دادن با رسانه‌هاشون، چون اون دوره دوره اینترنت و رسانه‌های به اصطلاح که مردم کنترلی روش داشته باشن نبود، رسانه ها همین بی بی سی به زبان فارسی اون موقع بود، رسانه های رادیو اسرائیل بود و غیره بود، مردم اصلا از طریق رادیوها اخبار و گزارشات رو دنبال میکردن و تلاش زیادی شد از دولت ها از این طریق، وقتی فهمیدن رژیم شاه رو دیگه نمیتونن نگه دارن و رفتنی هست، تلاش زیادی کردن که خمینی رو به رأس حرکت مردم برونن. این اتفاق افتاد و و بعد هم انقلاب با قیام 21 بهمن تمام نشد، ادامه پیدا کرد. الان اشاره کردیم که چرا خمینی در برابر قیام ایستاد، چون نمیخواست اون قراردادهاش با آمریکا بر سر تحویل بدون به اصطلاح دردسر نسبتا قدرت از رژیم شاه به رژیم خودش جلوی این گرفته بشه و میترسید مردم این توافق رو به هم بزنن، ولی فقط مخالفتش به اینجا محدود نمیشد با حرکت انقلابی مردم. بعد از اون شروع کردن به حمله به نیروهای انقلابی، دانشگاه ها بعد از انقلاب 57 همه دست دانشجویان چپ بود، بخصوص دانشجوهای کمونیست، و اینا شروع کردن به انقلاب فرهنگی به قول خودشون که تیغ کشیدن به روی دانشجویان و دستگیری های زیادی کردن برای اینکه دانشگاه رو از دست اونها در بیارن. کارخونه ها همه جا شورا تشکیل شده بود، حتی در ادارات شورا تشکیل شده بود و مردم همه جا آزادی و دموکراسی رو با شورا معنی میکردن و اینها اعلام کردن، بنی صدر که اولین رئیس جمهور بود اعلام کرد شورا پورا مالیده به قول خودش، و حمله شروع به شورا شروع کردن، حمله شروع به کردستان شروع کردن که اون موقع در دست نیروهای انقلابی بود و اجازه نداده بود که کاملا رژیم جدید رژیم اسلامی اونجا مسلط بشه، لشکرکشی کردن به کردستان، به کارگران بیکار شلیک کردن در اصفهان. در هر حال بعد از قیام 21 چون اون انقلاب با اون مومنتوم و با اون خیزشی که داشت همچنان ادامه پیدا میکرد و مردمی که با مرگ بر شاه در واقع زنده باد آزادی برابری رفاه و حقوق حق خودشون رو میخواستن مبارزه رو ادامه دادن به این حقوق برسن، و خمینی مقابل اونها ایستاد و به عنوان ضد انقلاب عمل کرد. بالاخره اینها با حمله به عراق، شروع جنگ عراق، با کارهایی مثل گرفتن سفارت آمریکا و غیره توجه جامعه رو از خواستا و از مطالبات بر حق خودش تلاش کردن که این توجه رو معطوف به مسائل دیگه بکنن، انقلابیگری رو با مرگ بر آمریکا تعریف کنن تا زنده باد آزادی و برابری و رفاه، و با این ترفندها بتونن سر قدرت بمونن. و تازه اینها هم همه کارگر نشد، در نهایت در خرداد سال 60 اونها دیگه شمشیرها رو از رو بستن، به جون مردم افتادن و هر کسی که به قیافش حتی مشکوک بودن در خیابانها دستگیر کردن، هزاران هزار نفر دستگیر شدن، اعدام شدن، بازداشت شدن، و با حرکت مردم در کردستان خون پاشیدن، اعدامهای جمعی اون دوره خلخالی سازمان داد، به استانهای مختلف میرفت انقلابیون و کوف نیروهای چپ رو دستگیر میکرد و اعدام میکرد. اینها همه اسلامی بود انقلاب، این چیزی که بهش میگه گفته میشه انقلاب اسلامی، در واقع این ضد انقلاب اسلامی بود که وسیعاً در مقابل مردم و خواستای برحقشون ایستاد، اونها رو در هم کوبید. به نظر شما پیروزی ضد انقلاب اسلامی چگونه ممکنه؟ خب شرایط طوری بود که در اون موقع ببینید رژیم شاه یک گورستان آریامهری درست کرد و اختناقی بود، چنان سکون و جمودی بود از نظر سیاسی که مردم بهش گفتن گورستان آریامهری. بعد از اینکه حکومت شاه ترک خورد و در طی انقلاب بالاخره ضعیفتر و ضعیفتر شد و بالاخره شکست خورد، این یک فرصت کمی بود که مردم به خودشون اومدن، نیروهای چپ فعالینشون از زندان‌ها آزاد شدن، به قدرت انقلاب مردم در زندان ها باز شد و شروع کردن به نیرو جمع کردن و فعالیت کردن. ولی حکومت شاه، دیکتاتوری شاه میشه گفت یک فایدهش برای طبقه حاکمه و برای
دارودسته‌هاشون از جمله نیروهای مذهبی، این بود که اجازه نداده بود کمونیست‌ها، نیروهای چپ انقلابی واقعا فعالیتی کنن، مردم بشناسنشون، گسترش پیدا کنن از نظر سازمانی و غیره. در چنین جمود سیاسی تنها کسی که به اصطلاح میتونست بیاد و حرف بزنه و سری بلند کنه آیت الله مخالفین مذهبی شاه بودن، و بعدم همونطور که گفتم با معماری دولت‌های غربی که در کنفرانس گوادلوپ آمریکا و دولت‌های اروپایی جمع شدن و آگاهانه انتخاب کردن خمینی رو. اون موقع نگرانی اونها به خصوص این بود که در ایران در همسایگی شوروی اون زمان اگر حرکتی انقلابی در شکل می‌گرفت و اینا نمیتونستن کنترل کنن، نگرانشون این بود که ایران بپیونده به کمپ شوروی، و به همین خاطر بسیار حساس بود مسئله براشون، و تمام تلاششون رو کردن که خمینی رو به رأس انقلاب برونن. دو فاکتور اساسی رو اینجا میتونم بگم، یکی همون اختناق دیکتاتوری بود که اجازه نداد نیروهای واقعا انقلابی مردمی، نیروهای چپ کمونیست گسترش پیدا کنن، شناخته بشن و غیره، و یکی هم همین فعال معماری دولت‌های غربی بود برای لانسه کردن و به پیش روندن و علم کردن میشه گفت خمینی و جریان اسلام سیاسی. این فاکتورها اجازه داد که ضد انقلاب اسلامی در نهایت بتونه انقلاب رو در هم بکوبه و این وضعیتی پیش بیاد که الان 40 سال مردم ایران ازش در رنجن و امروز دیگه دوباره بلند شدن تا مثل 57 تعیین تکلیف کنن با این حکومت. و آخرین سوالی که از شما داریم، انقلاب دیگه در ایران در راهه، پیروزی انقلاب علیه جمهوری اسلامی چگونه میتونه خواسته های مردم رو تضمین کنه؟ خب ببینید این بار قضیه کاملا متفاوته از 57. جمهوری اسلامی با تمام توحش و کشتار و جنایاتی که کرد نتونست اون شرایط اختناق و اون گورستان رو که در زمان شاه بود در ایران احیا کنه. از همون روز اول مثلا زنان اعتراضاتی رو شروع کردن، از همون اسفند ماه سال 57 که تا امروز ادامه داره، علیه تمام این بیحقوقی هایی که به زنان اعمال میشه و این تبعیض فاحشی که جمهوری اسلامی علیه زنان در جامعه سازمان داده. همینطور کارگران مدام اعتراض کردن، امروز جنبش کارگری بسیار فعال در وسط صحنه است، قوام گرفته، تشکل‌ها و نهادهای پیشروان فعالین کارگری داریم، چهره‌های مشخصی داره. همینطور جنبش‌های اجتماعی در عرصه‌های مختلف، از علیه اعدام و زندان بگیرید تا علیه تخریب محیط زیست، جنبش مالباختگان، جنبش معلمان، جنبش بازنشستگان و غیره و غیره، اینها همه در طی این 40 سال ادامه داشته در اشکال مختلف. بارها قیام‌های شهری داشتیم، اعتصاب‌های وسیعی داشتیم، بیشترین اعتصابات و جنبش کارگری در تاریخ معاصر ایران در همین سالهای اخیر داشته و امروز میبینید که چقدر فعاله، و همینطور بخشهای مختلف. اینها سرمایه های انقلابی هست که شکل میگیره. قبل از هر چیز این شرط عینی شرایط بسیار مساعدی هست برای اینکه دوباره اون تراژدی که در سال 57 با روی کار و بدن خمینی شکل گرفت این بار اتفاق نیفته. این بار سازمان ها احزابی مثل حزب کمونیست کارگر ایران در صحنه هستند که نقش داشتند در ایجاد شرایط امروز و فلحال نفوذ و دخالت زیادی در تحولات و در اعتراضات و اعتصابات و مبارزات مردم داره. بنابراین جامعه الان از امکانات و از قدرت و از شرایط بسیار مساعدتری برخوردار هست برای اینکه این انقلاب بتونه به پیش بره، به پیروزی برسه. اساس مطلب اینجاست، کاری که حزب ما میکنه و همه نیروهای انقلابی فکر میکنم این رو وظیفه خودشون قرار دادن که یک تصویر روشن و شفافی از معنی سرنگونی بدیم. اینطور نباشه که بگن شاه رفت سرنگون شد تمام شد. کاری که در انقلاب 57 خمینی و داردستش سعی کردن بکنن، همونطور که گفتم سعی کردن حتی ارتش رو دست نخورده تحویل بگیرن، زندان‌ها ساواک رو تحویل بگیرن، تا حد زیادی هم اینطور شد، اسمش رو تغییر دادن به ساواما، همون دستگاه سرکوب رو در دست گرفتن، این بار به نام انقلاب به مردم تاختن. اون کاری که شاه نتونست تموم کنه اونها تموم کردن، یعنی تیغ کشیدن به روی انقلابیون، کمونیستا زدن، بستن، کشتن، به خاطر که اون سیستم رو تماما دستگیر
تحویل گرفته بودن. کاری که ما میکنیم تو این دوره این که سرنگونی رو عمیقا تعریف کنیم، یعنی در هم شکستن کل این ماشین حکومت با تا دستگاه سرکوب، زندان، شکنجش و غیره، یعنی دخالت مستقیم مردم در اداره جامعه در به شکل شورای شورا اداره شورایی که الان نسبتا وسیع مطرح شده و گفتگوان تبدیل شده، اینها و خواستایی مثل مثلا برابری کامل زن و مرد، لغو اعدام، لغو مقبولی اصلا زندانیان سیاسی، آزادی های بیقید و شرط، رفاه عمومی تا سطح پیشرفته ترین استانداردهای زندگی در قرن 21، تمام اینها اون خواستا و اون مطالباتی هست که به اصطلاح تعین میده، شکل میده و قوام میده به انقلاب مردم و اجازه نمیده یا شرایط بسیار مساعد ایجاد میکنه برای اینکه دیگه نتونن به اسم انقلاب انقلاب رو تحریف کنن، بکوبن و مردم رو دوباره زیر فشار فقر و اختناق و دیکتاتوری قرار بدن. این شرایط رو حزبی مثل حزب ما با تمام توانش تلاش میکنه که این تصویر روشن از معنای عمیق سرنگونی و در هم کوبیدن رژیم سرکوب و فقر و از اون طرف خواستای روشن مردم که فقط نه به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نمیخوایم، این رو معنی کنیم، فقط به این نباید محدود بشه. معنیش این هست که زنان، کارگران، بخشهای مختلف جامعه چطور به حقوق خودشون میرسن، آزادی معنیش چیه، برابری معنیش چیه، رفاه مشخصا معنیش چیه و با چه شعارها به چه خواستایی این انقلاب باید تحقق بده تا بگیم پیروز شده. این حرکت حتی اگر در قدم اول جمهوری اسلامی بره و این خواستا فوری متحقق نشه، ما تلاش میکنیم و سعی میکنیم که مبارزات مردم تا تحقق همه اینها ادامه پیدا کنه. وقتی انقلاب پیروز هست که مردم بتونن واقعا کل این دستگاه سرکوب و استثمار رو در هم کوبیده باشن و خواستهای انسانی خودشون رو برآورده کرده باشن، این تلاش و کوششی است که حزب ما میکنه و ما فکر میکنیم شاید کاملا مساعد هست تا در این مبارزه به پیروزی برسیم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. روزتون خوش. من هم متشکرم. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودین سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. تا نگاهی روز دیگر برایتان اوقات خوشی رو آرزومندیم.